من یعنی میگم اون زمان اشتباه نمی کردم که میگفتم نباید ارشد، یعنی با اون داده هایی که داشتم همچنان موافقم که اگر برگردم اون لحظه با اون جهان بینی میگم که نباید، چون یه چیزی به نام زمان اونجا خیلی برام مهم بود که خب گویا تو اون اشتباه میکردم، یعنی من امیدی نداشتم که به زودی احتمال این قضیه بالا بره. خب برای این میگفتم اگر ما قراره برای 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه تلاش کنیم، بذاری کار راه درستی رو تلاش کنیم. یعنی درسته که به قول آرمین دموکراسی قرار نیست مثل آمریکا همه جا باشه. اسرائیل هم دموکراسی داره ولی پایین‌تر از آمریکاست. سکولاریسم. من فکر می‌کردم چون زمان زیاد می‌بره، سکولاریسم فکر می‌کردم برای همین باید تلاش کنم که قانع کنم که اصلا چیزی به نام پادشاهی نباید توی صندوق رای قرار بگیره. ولی الان توی این سال با این اتحادی که وجود داره و یک پوینت دیگه که میبینم کسایی که طرفدار مشروطن آدمایی هستند که قابل گنجوندن اصول دموکراسی توی اون سیستمی هستند که مد نظرشونه و یه مقداری موضوع فرق کرد و الان با آرمین جان کاملا موافقم که اگر دست و دست هم بدیم با یک سری حدودی که برای هم باید تعیین کنیم بعد از براندازی میشه گزینه مشروطه پادشاهی مشروطه هم توی صندوق رای آورد، چون میگم این آدمایی هم که مشروطه خواهن آدمای قابل گفتگویی هم. درسته. من یه نکته دیگه من رو اضافه کنم. ببینید ما حتی اگرم فکر کنیم که یک جمهوری سکولار بهتر از یک پادشاهی مشروطه هست، پادشاهی مشروطه عالیه. خب درسته که جمهوری سکولار به نظر ما جمهوری خواها بهتره، خب ولی ما اگه پادشاهی مشروطه گیرمون بیاد باید واقعا کلامونو بندازیم هوا، واقعا پیروز شدیم، یعنی از جمهوری اسلامی برسیم به پادشاهی مشروطه. اختلاف بین یعنی از لحاظ نمیگم که قرار حتما خوب بشه، ولی فقط از لحاظ اگه معیارمون فقط سیستم باشه، خب یعنی بقیه چیزا ممکنه یک کشور رو ماورای اون پایه ساختار و حکومت یه کشور میتونه واقعا به گاه بره، یا اینکه اصلا کلا خیلی هم عالی بشه. خب یعنی فاکتورهای دیگه خیلی هستن، ولی اگه فقط معیارمون ساختار و حکومت باشه، اختلاف بین جمهوری سکولار و پادشاهی مشروطه از لحاظ برتری، حالا هر کدومش برتر باشه، خیلی کمتر از خیلی خیلی کمتر از اختلاف هر کدوم از اینا با چیزیه که ما الان داریم. خب یا حتی خیلی چیزای دیگه بین این که الان بین جمهوری اسلامی و چیزی که الان داریم. خب یعنی این کجا اون کجا؟ پادشاهی مشروطه قابلیت سکولار دموکراسی بودن رو داره، قابلیت لیبرال دموکراسی بودن هم داره، به شدت داره. خب خیلی داره. حالا یه مشکلاتی ما یه مشکلاتی داریم با یک پادشاهی مشروطه که فکر می‌کنیم مثلا یک جمهوری سکولار بهتره. اگر قراره برای اتحاد کوتاه بیایم از اون یک ذره بهتری که میتونست باشه، کوتاه میایم. حالا یه بحثایی هم درباره این معنی شاه هم میتونیم سر اینم چونه بزنیم که حالا منظورتون از شاه چیه. شاید ما جمهوری خواها بتونیم بچپونیم، اگرم مثلا بخوایم رفراندوم بذاریم که پادشاهی مشروطه بشه، میتونیم یه ذره چونه هم بزنیم که مفهوم شاه های مقدار مدرنایز بکنیم، یه ذره عوضش بکنیم که قابل پذیرفته تر باشه برای ما جمهوری خواه، اگه اونا بخوان کوتاه بیان. اگه بخواین درباره اینم میتونم صحبت بکنم که چه جوری میتونیم درباره، چون من فکر کنم کسایی که پادشاهی مشروطه میخوان اینقدر نمادی به یک همچین پادشاهی علاقه دارن که اگه این نماد رو انقدر ما عوض بکنیم که مادام العمری نباشه، خب و بر اساس یه مجلس خبرگانی هم انتخاب بشه که بر اساس رأی مردم انتخاب شده باشه، این مجلس خبرگان بدون مثلا الان نه بدون صلاحیت و این چرت و پرتا، خب اون وقت این پادشاهی یه مقدار شبیه یه نخست وزیری میشه که میتونه رئیس کشور بشه، رئیس جمهور، یعنی نخست وزیر، نه رئیس جمهور. نه 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 نخست وزیر، چون که به طور مستقیم انتخابات به طور مستقیم نیست، غیر مستقیمه. آه اوکی. آره میشه یه مقدار شبیه نخست وزیر، یه نخست وزیر دو نخست وزیر نمادین، چون میگه رئیس جمهور باشه.
آره نقشه درسته از لحاظ نمادی وظیفه‌اش میشه مثل یه رئیس جمهور، ولی نحوه انتخابش میشه مثل یه نخست وزیر. خب ولی مهمی نیست که حالا مثل کدومش میشه، مهم اینه که مشکلاتی رو که ما با یه پادشاه داریم و از بین میبره، یعنی هم تقریبا انتخاب مردمه، خب ارسی نیست، هم دیگه مادام العمر هم نباشه، اگه دوست دارین اسمش رو میذاریم شاه. خب اسمش هم میذاریم شاه، بهش هم یه تاج میدیم. خب حالا شاید اینو راضی نباشن و میگن نه باید ارسی باشه، مادام العمر باشه، میتونیم چونه بذاریم سر این. خب ولی من برام سواله که یعنی خیلی دوست دارم بدونم که آیا طرفداران پادشاهی هستن که ما به این بگیم شاه براشون کافیه، اگه مثلا مادام العمر و ارسی نباشه راضی میشن؟ چون اگه به این راضی میشن ما مشکل نداریم، بگو شاه، بگو اسمش رو شاه.